الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. میگه ما هیچ وقت مردنی نیستیم، اخلاقا برای میشه عبدالله باز زنده میمونه، در فکر مرگ نیستیم، آخرت را نمیشنسیم. حقیقت روز رستاخیز تا بال در ذهن ما روشن نشده. زندگی در قبر تنها خواب کردن میلیون ها سال انوز تا بال زینت ما را متوجه نساخته. چنل های بسیار هوی دوتی خلاف پیغمبر کار میکنن، خلاف قرآن کار میکنن، مگر این کار نو نیست. 1400 سال است که دین ستیزا در روی زمین بوده و امیال هم است و تا قیامت هم میباشد. انسان متفکر، انسان متذکر، انسان مومن، انسان لایق و انسانی که میخواه خود پیش خداوند کریم PhD و پروفیسر ثابت کند، او چی است؟ او کی است؟ او کسی است که در شناخت خدا کوشش میکنه. در شناخت خدا نه تنها کوشش میکنم، استرایک میکنم و تو جای جون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في كتاب الكريم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال عليه الصلاة والسلام الدين نصيحة. قال لمن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين ولأمتهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. دوستان نهاد عزیز و گرامی، سلام و رحمت الله متعال برای همه ما و شما باشن. امیدوار استم تمام دوستداران قرآن در صحت و عافیت و میار ولای ایمان بسر ببریم. سوره مبارک عصر انسان تکان میده و برای کسایی که در تلاش ایمان مکمل هستن، برای کسایی که میخواهند بفهمند وزن ایمان خدا و امو درجه میار یا مقدار ایمان خدا، باید به این سوره مراجعه کنند. پیش از این که با تشریح سوره مبارک مکمل بپردازیم، اول میبینیم که سوره مبارک عصر مکی است و در اوائل مکه، در اوائل مکه، سال اول و دوم و سوم که پیغمبر صلی الله علیه و سلم نبوت مبارک شروع شده بود، این سوره بعد از نزول سوره مبارک فاتحه که سوره مکمله، که اولین سوره
قرآن که بر رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل شده بود سوره مبارک فاتحه بود. در جمله سوره مکمل از آیات صحبت نمی کنیم، در جمله سوره مکمل این هم از اون سوره است که به یک دفعه مستقیما بر رسول الله صلی الله علیه و سلم نزول شده. به خاطر ازمی این سوره را در سوره های مکی قرار دادن. چرا؟ اصلا خود عظمت و بزرگی از این سوره مبارک است مسئله ایمانیات است. قرآن عظیمشان کتاب ساینس نیست، قرآن عظیمشان کتاب ساینس نیست، اما کتاب تاریخ هم نیست، کتاب هدایت است، کتاب رهنمایی است و کتاب نیست که از فلسفه بیجا بیان کند، از حقایق تاریخ بیان میکنه برای دلایل. و وقتی که توجه میکنیم میبینیم که سوره مبارک عصر چی عظمت داره و اگر بخوایم که یک ذره کمک زحمت بکشیم فقط فکر و ذکر و ذهن انسان سوره مبارک عصر باز میکنه. به این مانا که قرآن عظیم الشان اولین آیات مبارک قرآن عظیم الشان که کتاب الله را باز میکنیم و مطالعه میکنیم بعد از فاتحه میخوانیم که الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. این کتاب در شک و شبهه نیست، این چی میکنه؟ هدایت میکنه، راهنمایی میکنه، کمک میکنه کسایی که متقی هستند. انشاءالله در تفسیر صورت بقره راجع به تقوا و راجع به هدایت و راجع به الف لام میم ذالک الکتاب بازم صحبت میکنیم، تنهایی را برای رفرنس مونده. چون قرآن قرآن آسمانی است، کتاب آسمانی است، کتاب الله سبحانه و تعالی است، موضوع قرآن موضوع هدایت است. خود قرآن نه کتاب ساینس است، نه کتاب تاریخ است، نه کتاب فلسفه است. قرآن هدایت کننده بشریت است برای تمام بشر تا مادام قیامت. هر کس که بیاید و قبولش کنه خداوند کریم در روزه رحمت و هدایت برش باز میکنه. هدایت فکری است، فکر انسان را باز میکنه برای مستقیم هدایتش میکنه، اهدنا صراط المستقیم. فکر ایمانی است، ایمان آدم از سیقل میته، از ایمان غلط ایمان درست خداوند کریم نصیب میکنه و از ایمان تاریک ایمان روشن نصیب میکنه. و هدایت عملی است، هدل المتقین، این وعده الله سبحانه و تعالی است. بعد از این یک آیت مبارک دیگه که باید بخونیم که مربوط سوره والعصر میشه که قرآن عظیم شان میگه الف لام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدون حکیم خبیر. این کتاب کتابی است آیاتش استحکام داره، یعنی محکم است، بسیار قوی و بسیار با عظمت است. سپس تشریع شده بعد از این که استحکام یافته، محکم است، مستقیم است، مستقیم است، ثابت است از طرف الله است. سپس تشریع شده و از طرف کی تشریع شده؟ از نزد خداوند حکیم و آگاه. چرا؟ الف لام را چی کده؟ کتاب حکمت آیات بود، کتابی که حکمت داره و عظمت داره برای پیغمبرش نازل شده. اینال ای آیت مبارک سورت هود به خاطر ازی گرفتیم که عظمت سوره مبارک والعصر شما متوجه شدیم. در حالی که سوره مبارک عصر یک سورت مبارک کوچک است، دارای 3 آیت است، کوتاه‌ترین سورت است، اما در حقیقت در معنای خود و در عظمت و بزرگی خود بسیار مفصل است، بسیار مکمل است، بسیار زیاد تشریح داره. در تمام قرآن عظیمشان 3 سوره دارای 3 آیت 3 آیت 3 آیت است. سورت مبارک العصر، سورت مبارک کوثر و سورت مبارک نصر. نصر اذا جاء نصر الله والفتح، سورت انا اعطیناک الکوثر، ای والعصر. اینال در بین از این 3 سوره مبارک ای سوره عظیم قرآن عظیمشان بسیار زیاد بالا
مرتبه و بالا مقام است. چرا؟ کتابی که کل قرآن از ایشان در بطن خود داره، کل عظمت قرآن از ایشان، معنای حقیقی، تشریح حقیقی قرآن. اگر به طور دیگه، به طور مثال بگویم که سوره مبارک والعصر مثل یک کوزه است که دریاها یا بحرها را در بین در خود بند کنند. سوره مبارک عصر مثل یک کوزه با منا میگیم بلا تشبیه، مثل یک کوزه است که دریاها و بحرها دو قید شود. به چی مانا؟ که اول الله سبحانه و تعالی قسم یاد میکنه والعصر. علما میگن که عصر چی مانا؟ بعض علما میگن عصر به معنای نماز دیگر، نماز عصر، حافظ الصلوات و صلاة الوسطى، حفاظت کنه نمازهایتان و نمازهای کدام نمازهایتان؟ نمازهای درمیانیتان، صلاة الوسطى. علما گفتند که امی عصر به معنای وقت نماز دیگر است. چرا؟ به خاطر از این که بین نماز دیگر و نماز شام بسیار وقت کم می باشد. علما تفسیرهای مختلف دارن. بعض علما میگن به خاطر از این الله متعال قسم یاد کرده که این زندگی با شریعت که هست رو به خلاصی است. هر کس طرف خود ببینه، طرف اعمال خود ببینه، در جایی که رفتنی است ببینه، متوجه شود که ما از کجا آمدیم، کجا میرم. به خاطر از این الله سبحانه و تعالی قسم یاد میکنه تا مردم توجه کنن، تا مردم توجه کنن و برگردن به طرف الله سبحانه و تعالی، به طرف حقایق قرآن، به طرف حقایق آخرت، به طرف هدایاتی که پیغمبر برای ما شما میراث گذاشته. اول عصر نماز دیگه نمیگن، اما در پولویش بعض علمای دیگه میگن عصر خداوند کریم زمانه را میگن. به خاطر از این زمانه را میگن سوره عصر مبارک، به خاطر از این از یک طرف بسیار کوتاه و مختصر است، از طرف دیگه بسیار جامع و مکمل است. جامع و مکمل به ایمان است. ببینید قرآن قسم میخوره و العصر و زمانه. اینا رو میبینیم زمانه، در زمانه چی است؟ خلقت آسمان و زمین است. در زمانه است خلقت ملائکه است، خلقت انسان است از آدم هوا، خلقت پیغمبرات، قصص پیغمبرات و اقوام پیغمبرات در قرآن است. ای کل از چی است؟ زمان است و العصر. تایم از منی، بسیار نفران میگن تایم از منی، میگن تایم از گفت فرام الله، یوز ایت بات دون ابیوز ایت. تایم وقتی که ما داریم از طرف خداوند برای ما شما تحفه داده شده، گفت داده شده. چی میگه علما؟ میگن شما این را استفاده اعظمی ازش کنین، اما خدا نخواسته تو نشه که او از پیشتان زایه شوه یا ابیوز کنید. یوز ایت با دون ابیوز. والعصر با زمانه قسم، زمانه خودش گواه است در روی زمین که فرعونا به چی نتیجه رسیدن، آمونا به چی نتیجه رسیدن، تمام کسایی که ظلم کردن، هم خداوند کریم و دین قصص شد در قرآن بیان کردن، کسایی که موفق و کامیاب بودن از پیغمبرای خود پیروی کردن و با پیغمبرای خود همکاری کردن و دین خود قائم گرفتن تا وقتی که رسول الله صلی الله علیه و آله مبعوث شدن. قرآن قصه تمام انبیا را براتون کرده. 25 نام مبارک پیغمبرا در قرآن عظیم شان تشریح شده و 124 پیغمبر رسول الله صلی الله علیه و آله بعضشان را تشریح کرده و بعضشان همونطور بیخی گمنام است که نه قرآن از او صحبت داره و نه رسول الله صلی الله علیه و آله. منتها رسول الله صلی الله علیه و آله گفتند که برای انسانیت تا زمان پیغمبر 124,000 پیغمبر رسیده. آل الله متعال چرا قسم یاد میکنه بل عصر و عصر یعنی به زمانه قسم؟ به این معنی که زمانه گواه و شاهد است، شاهد تمام حقانیت بشریت است. چی از عمر بشر چی باشد، چی از کارهای نیک بشر باشد، چی از کارهای غلط بشر باشد، تمامش در قید است.
والعصر ان الانسان لفی خسر. چی میگه؟ تمام بشر رو به خسار است. عزیز ما، هموطن ما، برادر عزیز ما، این حروف کلام خداست، این حرف قرآن است و حرف قرآن عظیمشان دیش کدام شک و شبه لا ریب فی است. قرآن برای تمام بشریت میگه، قسم میخورم به زمانه، به زمان پیغمبر، به زمانه که آدم علیه السلام خلق شده. بعض مفسرین میگه الله میگه به زمان نماز عصر قسم میخورم، که بسیار مختصر وقت زندگیتان کم از بین عصر و مغرب. بعض علما در یک حلقه دینی ما بودیم، رحمت الله علیه مبارک میفرماین که چی میگن؟ میگن ما قسم میخورم به می وقتی که خودت الانه. هر انسان خداوند کریم وقتش برش یادهانی میکنه، یک وقتش همی عمرش همی ساعت زندگیش برش بریادش میاره که ما قسم میخورم به می عمری که تو را داده، به می زمانه که هست، به می زمانه که زندگی میکنی، که تمام انسان رو به خسار است. والعصر ان الانسان لفی خسر، تمام انسان روی زمین از هر نشان، از هر قوم، از هر زبان، از هر مذهب به طرف خساره روان هستند، به طرف بربادی روان هستند، به طرف ناکامی ابدالآباد روان هستند. الا الذين امنوا، بدون کسایی که ایمان آوردند و عمل صالحات و تواصل بالحق و تواصل بالصبر. اینال کمک وره انشاءالله ما معلومات بیشتر و خوبتر راجع به این صورت مبارک. اولش ببینیم که زمانه را خداوند قسم خورد شاید تمام اعمال بشریت. بعد از این قرآن عظیمشان یک موضوعش موضوع تاریخ بشر است، خلقت بشر است، از آدم است، معامله آدم با شیطان است، معامله الله با انسان و شیطان است، روان کردن حضرت آدم در زمین است، خلقت اوا و آدم است، بعد از او خلیفه است، تعیین کردنش در روی زمین است. این تمام از این تاریخ است که در قرآن و العصر خود زمانه ایره شاهد است که واقعات شده. به خاطر بزرگی و به خاطر اهمیت، به خاطر مهم بودن زمانه خداوند قسم خورده. چی را میخواه ما را بفهمانه؟ که ان الانسان لفی خسر، تمام انسان ها رو به خساره هستند. اینان کسایی که خساره کرده، کسایی که ناکام مونده، کسایی که در دنیا خدا نخواسته پیش خدا مسئول شدن و از دنیا ناکام رفتن، مثل فرعون، مثل آمان، مثل نمرود و امثال زینا، قرآن از میشان ایرم تشریح کرده. الا الذين امنوا و عمل الصالحات، بجز کسایی که ایمان میارن. قرآن یک قسمت بسیار مکمل قرآن راجع به ایمان صحبت میکنه. آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسوله و الیوم الاخر و لقد خیر و شر من الله تعالی و البعث من الله. از ایمان بس میکنه. آمنت بالله کما هو بی اسمائی و صفاتی و قبلت جمیع احکامی، اقرار بلسان، تصدیق بالقلب. ذات الله در غیب است، ایمان. آخرت در غیب است، ایمان. جنت در غیب است، ایمان. دوزخ در غیب است، ایمان. ملک الموت در غیب است، ایمان. قبر در غیب است، ایمان. حشر در غیب است، ایمان. الا الذين امنوا. قرآن بسیار مضمونای وسیع و زیاد دارد برای ایمان. و عمل صالح، عمل صالح چی است؟ فرامین فرایض الله سبحانه و تعالی است، نماز است، زکات است، روزه است و هر چیز اخلاق خوب است. بهترین زندگی، پاکترین زندگی که پیغمبر برای ما شما مثال گذاشته، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، ای از عمل صالح. الا الذین امنوا و عملوا الصالحات، اکثریت انسانای روی زمین، اکثریت انسانای روی زمین این دو موضوع را توجه کردن، اما با وجود از اینکه توجه کردن، الا الذین امنوا و عملوا الصالحات، تمام مسلمان ها الحمدلله ایمان هم آوردن و عمل صالح هم میکنن. آیا دو احکام دیگه که در قرآن است توجه کردیم؟ انسان های روزمون توجه کردن،
مسلمان های زمین توجه کردن، بسیار کم مردم توجه کردن. کسایی که در قسمت دو شرط اول ایمان الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات توجه کردن، او را مکمل نساختن. کسی نماز میخوانه، کسی نمیخوانه، کسی حج میره، کسی نمیره، کسی زکات میده، کسی زکات نمیده، حق خدا را نمیپردازن، کسی رازگوی است، کسی دروغگوی است، کسی حلال خور است، کسی حرام خور است. نماز میخوانن، شوت میخورن، نماز میخوانن، دروغ میگن، نماز میخوانن، غیبت میکنن، نماز میخوانن، حج میرن، اما مردم را سرش تومت میکنن، تبصره غلط میکنن، نوامیس مردم خدا را خواسته بدنام میکنن. ای چی است؟ که مو الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات هم در خطر انداختن. مضاعف یا زیادتر از این که و تواصل بالحق و تواصل بالصبر ایچ قطعا توجه نکرد. به خاطر از این دوستای عزیز و نهایت گرامی، شرط ایمان مؤمن مسلمان، ما آدیان ما یا کسی که میشنود، دوستای عزیزی که برای فعلا آنلاین هستن و از هر مبلغ یا مفسر یا متعلم دینه یا علمای دینه که میشنون، هر کس از هر گوشه دنیا که باشه، البته این طبقه دینی است، طبقه است که شوق قرآن و سنت داره، طبقه است که برای بهبودی ایمان خود کار میکنه، مثل همه ما شما کسایی که میبینین میشنوین. انشاءالله به اذن الله سبحانه وتعالی این صورت مبارک سوره بسیار بیدار کننده است. چرا؟ برای ما شما شرط ایمان قرآن عظیمشان واضح ساخته. والعصر، قسم میخورم به زمانه، ان الانسان لفی خسر، تمام انسان روی زمین، نه تنها یک طبقه، نه تنها مسلمان و غیر مسلمان، تمام انسان ها را خداوند کریم در یک قالب جا داده. ان الانسان لفی خسر، تمام انسان رو به خسار است. الا الذین آمنوا، بجز کسایی که ایمان آوردن. این حال ما شما ببینیم که از ایمان قرآن چقدر صحبت کرده. با عمل صالحات میبینیم که در قرآن عظیمشان از اعمال صالح خداوند چقدر با. و تواصل بالحق میبینیم که خداوند کریم در قرآن تواصل بالحق چی مانا؟ امر بالمعروف و نهی از منکر، فرامین خدا را برای دیگران رساندن، خود انسان عمل کردن برای دیگران رساندن، و کسایی که غلطکار هستند، کسایی که در ظلم و ستم و بیدادگری مثل وطن عزیز ما و شما را در فنا ساختن و برباد ساختن یک ملت و در محکوم ساختن و مجبور ساختن و قتل و قتال یا چور و چپاول یک ملت مردم مصروف است، کسایی که در دین خود محکم هستند، کسایی که در دین خود افتخار دارند که ما مسلمان هستیم و برای دین خود عمل میکنند و دین خود دوست دارند و برای دین خود اهمیت قائل هستند، باید این شرط قرآنی را بفهمند. او شرط چی است؟ الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. شرط اول عمل صالح چی است؟ که خودش عمل کنه به فرامین خدا، دیگران را دعوت کنه و تواصل بالحق. در بین ازی امر بالمعروف آمه و نهی از منکر آمه. کسی که برای حق دعوت میکنی قبول کرد، اگر نه کار غلط میکرد از منکرات منع میکنی. این وظیفه است، این وظیفه یک مسلمان است، این یک چیز است که ما مجبور هستم، خودت هم مجبور هستی. مثل از اینکه نان نوشیدن میکنیم، مثل از اینکه آب می نوشیم، مثل از اینکه لباس می پوشیم، مثل از اینکه در حرکت هستیم. برای ایمان ما، برای تقوی ایمان ما، برای بقای ایمان ما، برای بقای ایمان آل اولاد و فامیل و خاندان ما، تواصل بالحق و تواصل بالصبر ضروری است. شرط ایمان چهار، الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصل بالحق و تواصل بالصبر. اگر کسی ایمان میاره، مثل که ما و شما داریم شکر الحمدلله، و عمل صالح، همه شما در عمل صالح ما هستین انشاءالله به اذن الله، همه ما شما هستین، آیا این موفق است؟ این انسان که در از روی زمین ورداشته میشن، آیا به ایمان مکمل رفته؟ از خود پرسان کنین، صورت اصل مطالعه کنین، تشریع و تفسیر سوره مبارک اصل مطالعه کنین. الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. یک دیگر را به تواصل، یعنی به اوامر خداوند کریم، به حقایق قرآن، به حقایق هدایات الله، به حقایق زندگی مطهر رسول الله صلی الله علیه و سلم دعوت میکنیم، و کسایی که منکرات مرتکب میشن اونا را از منکرات منع میسازیم، و در پولی ازی که ای عمل تواصل بالحق میکنیم،
بسیار اشد ضرورت است که این نکته را متوجه شوید. چرا قرآن عظیم شان بعد از اینکه میگه ان الذین آمنوا و عمل الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، در پلوی حق گوری، حق گویی و حق طلبی خداوند کریم لغت صبر را تاکید میکنه که قرآن عظیم شان زیادتر از 200-300 آیاتش راجع به صبر است. و در این آیات مبارک، در این کانتکست، به این سوره مبارک و العصر اصلا بسیار یک چیز مهم است که ما شما توجه کنیم. هر کسی که در کار دعوت است، هر کسی که در تفسیر و تبشیر و تبلیغ قرآن است، هر کسی که در خدمت دین الله سبحانه و تعالی است، حتما مردم سرسو تاپاهایی میزنن، نامهایی میگذارن، اذیتهایی میکنن. حتی بسیار عزیزا و بسیار دوستان ما میشناسیم که فامیل خودشان اینا را توهین میکنن، تهدید میکنن، گپای غلط میزنن، سرشان نامای غلط میمونن که باش ای از دعوت دین دز بکشن. یکیش برش یک نام میگه، یکیش بر یک نام میگه. از خاطر از او خداوند کریم و رحیم، بخاطر امی دلیل الله متعال بر ما ای آیت مبارکه به یکی دیگه بسیار زیاد نزدیک بیان کرده. الی الذین آمنوا و عملوا الصالحات، ایمان بیار و عمل صالح کن. ده پولیش گفته و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. این یک راز بسیار مخفی در سوره مبارکه است که آدم متوجه بشه که قرآن میگه و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. از الله متعال میخواهیم که حقایق قرآن به ذهن ما و قلب ما روشن بسازه. سوره مبارکه و العصر علما سرش زیاد تبصره دارن. تبصره اولی است که امام شافعی رحمت الله علیه که یکی از ائمه اهل سنت و جماعت است، فرمودن اگر مسلمان حقیقی، مؤمن حقیقی در تتبع و تتبر و مطالعه و فهم و درک از این آیات مبارک توجه کنند، هیچ وقت به چیز دیگه ضرورت پیدا نمیکنه، برای نجاتشان کافی میباشد. این کی میگه؟ امام شافعی میگه. و یک عالم دیگه مبارک است که بسیار مشهور است و اسم مبارک است، دنوت خدا رو که از پیش فراموش نشه، یکی از مفسرین قرآن عظیمشان که اسمش برای فعلا عظیمی دمی دقایق فراموش کردیم، او می فرماین، یعنی به تعقیب فرمودهای امام شافعی، که امام شافعی فرمودن که اگر بالای صورت عصر مردم توجه کنن، تتبع کنن و تحقیق کنن، برای ادایتشان کافی است. چرا؟ الله متعال قسم خورده، خالق توانا، خالق کائنات، مالک کائنات، رازق کائنات قسم خورده و العصر. چی را میخواه برای ما شما تاکیدن بفهمانم؟ لام برای تاکید است و العصر، به خاطر از اینکه و العصر ان الانسان لفی خسر، تمام انسان روی زمین چی هستن؟ به طرف خساره رفتن هستن. الا الذین آمنوا، به جز کسایی که ایمان میارن. اللهم جعل من المؤمنین، بگوین آمین. اللهم جعل من المؤمنین، اللهم جعل من الا الذين امنوا و عمل الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. و امام رازی رحمت الله علیه از قول شافعی میفرمایند که اگر از تمام قرآن تنها سوره مبارک والعصر نازل میشد، برای ادایت بشر کافی بود. چرا؟ این خزائن قرآن در بر دارد. عصر زمانه شاید تمام واقعات بشریت است، از خلقت بشریت تا کامیابی بشریت تا ناکامی بشریت تا وقتی که در جنت و دوزخ مدرایند، تمامش بیان کرده. چرا؟ این عصر است. والعصر ان الانسان لفی خسر، از خلقت انسان، آدم و حوا قرآن صحبت کرده. الا الذين امنوا، بجز کسایی که ایمان میارن،
قرآن زیادتر از 1000 تا 2000 آیه راجع به ایمان است. سبحان الله. الا الذين امنوا وعمل الصالحات والتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هم راجع به تواصل بالحق تاکید است، هم راجع به صبر تاکید است. بعد از اینکه سوره مبارکه کما که در مقدمه براتون روشنی انداختیم، آل معرفی سوره از دیدگاه مفسرین است. چرا نام سوره عصر مانده شده؟ یا به زبانه قسم، یا به نماز دیگر قسم، یا به وقت رسول الله صلی الله علیه و آله، به پیدایش آدم، یا عصر رسول الله صلی الله علیه و آله. اصلا زیادتر علما میفرمایند که ول عصر زمانه را میگن. امی زندگی انسان از پیدایش انسان تا وقتی که انسان چشمش پوشیده میشه و پیش خالق خود میره. فضایل از این سوره مبارک بسیار زیاد است و هر وقتی که انسان ها بتانند مطالعه کنند و تتبع و تفکر کنند، خزانه های از این سوره، همی چیزهایی را که خداوند کریم در این سوره مبارک نهفته، مثل یک نگینه قیمتی واره یا مثل مرواریدای از این سوره مبارک، یک به یک برای کسایی وایدا واضح میشه که زیادتر توجه کنند، تفسیر مکملش بیانند. ما یک مثال مختصر عرور میکنیم. والعصر زمانه است، قسم سوگند به عصر. خدای سبحان از روزگار، از زمانه قسم یاد میکنه، قسم میخوره، به خاطر از اینکه روزگار شاید است و مثل یک لحاف واره پیچانده واقعات تمام بشریت است، تمام مساله و منافع زندگی انسان ها را و از تمام مخلوقات ها. خود او عصر یا زمان ایره چی میکنه؟ در حدیث مبارک آمده که لا تصیبو دهر فا ان الله هو الدهر، لا تصیبو دهر فا ان الله هو الدهر. روزگار یا زمانه را یا وقت را دشنام نده، زیرا خدای از عزوجل خود آفرینده روزگار است. بسیار نفرها را میبینین که قار میشن، توهین میکنن، گپ غلط میزنن، گپ زشت میزنن و مفسر گفتن یعنی دشنام میتن که ای چی وقت زمان است، ای زمانه تو راست، ای زمانه تو راست، ای زمان است. در حدیث مبارک آمده که زمانه را شما معلومات نکنید. زمانه یکی از شاهدهای خداوند کریم غیب است در مقابل انسان در روز قیامت، و یکی از عناصری است که الله متعال سرش قسم خورده، و الاصل ان الانسان لفی خسر. به خاطر عظمت روزگار یا به خاطر عظمت زمانه، خداوند کریم و رحیم به لفظ عظیم خود قسم خورده و حدیث به خاطر از این تاکید کرده که باش مردم از زبانش گپ غلط راجع به زمانه نبراید. اگر سرش ظلم میشه، زمانه یا وقت دشنام نده و گپای غلط نزنند. یک مفسر دیگه مراد از عصر نماز عصر است. به خاطر از این نماز عصر است، جهت علما از این جهت برش گفته که نماز عصر است، حافظوا علی الصلوات و صلاة الوسطا. به خاطر نماز عصر خداوند کریم قسم خورده که نماز عصر بسیار وقتش کم از بین مغرب و بین عصر زمانه بسیار کم است، و تاکیدن خداوند کریم می فرماید که یعنی متوجه باشه انسان ها که وقتتان بسیار کم مانده، رسیدنتان به روز حساب و کتاب پس مانده. خدا در جمله از این انسان هایی نسازین که خدا نخواسته در جمله کسایی باشه که خساره کنیم. بنابراین تفسیر این که سوگند اشاره به آن دارد، یعنی عمر باقی مانده دنیا نسبت به آن چی از آن گذشته، مانند وقت باقی مانده در میان عصر و مغرب. سبحان الله. مفسر چی میگن؟ میگه مثلا یک نفر 60 سال 70 سال زندگی کرده، یک 10 سال دیگه اش مانده. الله متعال قسم میخوره به زمانه که تمام انسان ها که عصر رو به خساره هستن. چرا؟ زیادتر عمر انسان ها گذشته و بسیار کمش مانده، یعنی امی خود عمر تمام انسانیت، عمر تمام کائنات، از بشر، از آسمان، از زمین، از حیوان، از چرن، از پرن، از
نباتات از جماعتات از تمام چیزی که خدا خلق کرده زمین و آسمانی چیزی را که میبینیم چیزی را که نمیبینیم در این آیت مبارک گنجانیده شده که خداوند قسم میخوره که اکثر وقت زیادتر وقت یک توته بسیار بزرگش تیر کردین شما کائنات هم وقت بسیار زیاد خدا تیر کرده وقت بسیار کم مونده بین مسئله نماز عصر و مغرب والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر یعنی باقی مانده دنیا نسبت به آنچه که در آن گذشته است مانند وقت باقی مانده در میان عصر و مغرب است پس بر انسان لازم است پس بر انسان آگاه انسان که ایمان مکمل دارن بر از او لازم است تا به تجارت به زیان و نقص یعنی تجارت کنه که زیان و نقص نباشه باشه او تجارت چی است؟ تجارت آخرت است خود را مشغول بسازد زیرا وقت به آخر نزدیک است و جبران معافات ممکن نیست اگر خدا نخواسته کسی در این اواخر زندگی خودم که بین عصر و مغرب کم مونده از هر کدام ما اگر این هم توجه نکنیم چی می باشه؟ خدا نخواسته الله نکنه که ما شما در جمله از او کسای شما نشیم که خسر کردم اصلا الا الذين امنوا وعملوا الصالحات یک لغت بسیار علایده بزرگ است ان الانسان لفی خسر خسر تاکید است کلمه تاکید است یعنی خساره یک لک و دو لک و پنج لک و یک میلیون نیست خساره عبدالعباد است خساره موقتی هم نیست که خساره باشه که در یک نفر مریض شد و یک سال دو سال از کار مانه یا یک پایش خدا نخواسته بشکنه یا دستش باسپس رو ترمیم کنه جور شود اگر کسی خساره میکنه و احکام قرآن از ایشان متوجه نمیشه فرامین رسول الله صلی الله متوجه نمیشه چی از فرمان قرآن؟ ان الانسان لفی خسر یعنی خساره بسیار بزرگ است و او خساره خساره آخرت است اللهم اجرنا من الخساره آخرت خداوند کل ما را نجات بده از خساره آخرت ان الانسان لفی خسر جواب سوگند آیه قبل است که بیگمان انسان در خساره است خسر یعنی خسر یک لغت بسیار قوی و توانا را میگن که شمول تمام زیانکاری و نقصان است نقصان ابدی نقصان دائمی نقصانی که هیچ از بین نمیره نقصانی که کسی را جبران کرده نمیتونه یعنی هر انسانی که با تجارت و کار و تلاش مالی و صرف عمر در کارهای بیهوده دنیا مشغول باشه سبحان الله در زیان و گمراهی از حق و در معرض نابودی قرار گرفته لا حول ولا قوت الا بالله اعوذ بالله مفسر یک نکته بسیار مقبول میگه اگر انسان ها تمام زندگی خود وقف امی پیدا کردن و خوردن و اینو زندگی کردن و آرام بودن دهی تیر کنن و متوجه آخرت خود نشد اصلا در خسران بسیار عظیم قرار گرفته خسر یعنی خسران ابدی خدا نخواسته و از این قاعده هیچ کس مستثنا نیست می فرماید که مردم کلش مصروف است کل انسان ها که است به مصیبت مبتلا هستند که فقط به می پشت سر دنیا به حساب روان هستند و بسیار کم مردم توجه میکنند که هر آن لحظه شاید من به ملاقات الله سبحانه و تعالی برسم هیچ کس مستثنا نیست و جز کسانی که در آیه زیل مورد استثناء قرار گرفتن یعنی اینی آیه هیچ کس ان الانسان لفی خسر هیچ کس از خساره استثناء و مستثنا نیست بغیر از الا الذين امنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر آیه اولش والعصر است آیه دومش والعصر ان الانسان لفی خسر آیه سومش دراستر است مکملش میسازد الا الذين امنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر بجز کسانی که ایمان آوردن و کارهای شایسته و نیک میکنند یعنی مردان و زنان مؤمنه که در میان ایمان به خدا و عمل صالح خود را مستحکم ساختند عمل همراه ایمان جمع کردن و در راه خداوند کریم جد و جهد دارند اونا کسایی هستند که در سود و فایده هستند
و در زیان نیستند، زیرا کارهای دنیا آنان را به خود مشغول نساختند. دنیا را به قدر ضرورتش گرفتند و پشت آخرتان به قدر اهمیتش روان استند و برای آخرت خیش عمل کردند. به قدر ضرورت برای آخرت خود عمل کردند، مگر کسانی که همدیگر را به حق سفارش کردند. امان حقی که با خواستن برای آن شایسته و بایسته و عتمی و ضروری است و آن عبارت از ایمان به الله عزوجل و یگانگی وی و انجام دادن همه چیزهایی که تعالی سبحانه وتعالی بر از اونا مشروع ساخته، چیزهایی که حق است، چیزهایی که حلال است، چیزهایی که فرامین الله سبحانه وتعالی است. این چی است؟ اعمال صالح است. تمام اعمال را که بر ما پیغمبر صلی الله علیه و سلم بجا گذاشتن اعمال صالح است. تمام فرایض الله سبحانه وتعالی اعمال صالح، تمام سنان مؤکده رسول الله، تمام واجبات، تمام سنن مؤکده رسول الله صلی الله علیه و سلم، در پالوی زیر نوافل رسول الله برای ما شما گذاشته، تمامش عمل صالح است. یاد ما نره که فرایض، واجبات، سنن در شعبات عبادات است، اما اخلاق، صادق بودن، کار و پول پیدا کردن حلال، با امسای نیکی کردن، با یتیما، با غریبا، با مساکین، با فقرا، با بیوه ها، با کسایی که پدر و مادر ندارن، با کسایی که ناتوان و ضعیف هستن مثل وطندارای ما و شما واره، این هم کنش چی است؟ عمل صالح است. مثقال ذره خیر یره و مثقال ذره شر یره. این تنها نیست که یک نفر فکر کنه که من نماز میگذارم و روزه میگیرم عمل صالح کردیم. تمام عمل یک مسلمان و مؤمن، تمام عملش عمل صالح است، به شرطی که به خاطر الله باشه و به خاطر رضای الله باشه و به طریق محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه. فقط یگانه چیزی که در تمام اعمال خود می داشته باشید، البته اعمال حق که عمل باطل نمی باشه، تمام اعمال را که خداوند کریم برای ما امر کرده که ما یک دیگر سفارش کنیم و بر از او عمل کنیم، الا الذين امنوا و عملوا الصالحات، تمام زندگی متحر محمد صلی الله علیه و سلم به نزد ما شما امت آگاه و هویدا و ظاهر است. هر کسی که تعقیب میکنه اقدام رسول الله صلی الله علیه و سلم، هر کسی که با پیروی رسول الله صلی الله علیه و سلم خود آماده ساخته، او از جمله کسایی نیست که خدا را خساره کنه. او از جمله کامیابی دنیاست و از جمله کامیابی آخرت است. الا الذين امنوا و عملوا الصالحات و تواصل بالحق و تواصل بالصبر، هم دیگر رو سفارش کردن با صبر. صبر یک بسیار توفیه عظیم خداست. اگر کسی خداوند به ما بده، به خودتان بده، برای هر مسلمان بده. تنها صبر به اینه که کسی بیمیره ما صبر کنیم، یا مریض شوی ما صبر کنیم، یا سرمایه ما برای ما صبر کنیم، یا نقص مادی کنیم، یا نقص جانی کنیم. نه برادر عزیزم، صبر در اعمال فرایض، اولین مقام صبری است که در هدای فرایض صبر کار است. مثلا برای نماز فجر 6 بجه صبح از خواب شیرین صبر کار داره، آب گرم نیز باب سر وضو کردن صبر کار داره، به مسجد رفتن صبر کار داره، زکات دادن صبر کار داره، روزه گرفتن خواست هو و شهر و صبر، روزه خودش ماهی صبر است. اینه بخیر دو ماه دیگه بخیر روزه پیش شما نزدیک شده میرسه. چی است؟ مگر کسانی که هم دیگر را سفارش به صبر میکنند. زیادتر از 200 آیات در قرآن زمیشان راجع به صبر و شکیبایی تعریف شده و در خودداری از ارتکاب نافرمانی های خدا عزوجل بر انجام فرایض وی عمل میکنند. یعنی نه تنها برای فرایض خداوند صبر کار است، برای چیزایی که خداوند کریم منع قرار داده بر از اون انسان صبر کار داده. در حدیث مبارک میاد که صبر به اطاعت خدا، صبر به نگاه کردن خود از نافرمانی های خدا و صبر برای مصیبت. از صبر مصیبت الاولا، اولین چیزی که مصیبت بالاید میرسه،
همو دقیق صبر کردی گفتی اینا لله و اینا راجون، چی مالت رفت، چی جانت رفت، چی اولادت رفت، چی پدرت، چی مادرت، چی شورت، تمام چیزی که خدا نخواسته از دست رفت، چی میکنی؟ میگی اینا لله و اینا راجون. قرآن میگه بعد از اینکه تواصل بالحق گفتی و تواصل بالصبر، با مردم توصیه صبرم که برزی که در قبال دعوت، در قبال تبلیغ و تبشیر دید زیاد اشد ضرورت صبر کار است. برزی که مردم دسته میکنن، مردم بدنام میکنن، مردم هر چیزی که دل شوه، هر چیزی که بخواهم در قسمت کسی که دایی باشه و دعوتگر باشه از او دریغ نمیدارن. کسی برش یک نام میگذاره، کسی برای یک نام میگذاره. امون نامایی هم که میگذارن اصلا خودشان مانای از امون نامار هم نمیفهمن، واقعیت های از امون نامار هم نمیفهمن. کسی کسی را ملا میگه و کسی کسی را یک نام میمانه، در حالی که ملا مملو از معلومات است، ملا مملو از محبت است، ملا مملو از فهم قرآن و حدیث است، ملا مملو است فهم روش رسول الله صلی الله علیه و آله است. اما ما چون همیشه بود تا زبان خود کشیدیم و مردم مار کردیم و استم زدیم، تاپا زدیم، به خاطر ازی قرآن تاکیدن میگه که تواصل بالحق که گفتیم در پلیس صبر کار داره. بعض علما میگه حتی اعضای فامیل آدم دشمن آدم میشه، مثل کس پیغمبرا خانمایشون زیادش دشمن شد، حضرت نوح علیه السلام، حضرت لوط علیه السلام، کاکای پیغمبر دشمنشون، از بسیار زیاد از کزنای پیغمبر دشمنشون. شکیبایی بر انجام فرایض، بله، و شکیبایی بر مقدرات در دوار، پدرت میره، مادرت میره، برادرت میره. پس صبر از خصلت‌های حقیقی آسمانی است که خداوند کریم برای مؤمنان و برای شکیبایان و صالحان و صادقان تحفه داده. باید یک دیگر را به آن محبت خدا که صبر سفارش کنیم و از آنجا که صبر نسبت به دیگر خصلت ها خصلت نیک و شرف بیشتر دارد و درجه آن از آنها بالاتر است و نیز از آنجا که بسیاری است کسایی که با پا خواستند و برای حق دعوت میکنند مورد دشمنی و تعدی قرار میگیرند، پس نیاز به صبر و شکیبایی به نهایت زیاد است. این چنین است که سوره مبارک عصر را رای رستگاری و نجات برای بشریت خطاب کردند. رای رستگاری و نجات برای بشریت خطاب کردند به شرط چهار چیز. چهار چیز خلاصه ایمان است: الی الذین آمنوا و عمل الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. اما متاسف مفسر چی میگه؟ اما متاسفانه که در عصر ما، در این زمانی که هستیم، بسیاری از مسلمین در دو خصلت اخیر، یعنی و تواصل بالحق و تواصل بالصبر ترک نمودن. این حال ما از خود پرسان میکنیم، شما از خودتان پرسان کنیم که آیا درک کردیم، فهمیدیم معنای صورت عصر، فهمیدیم که شرایط ایمان چار است، آیا ما هر چارش را مکمل میکنیم در شب و روز 24 ساعت خود؟ الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصل بالحق و تواصل بالصبر میگیم یا نمیگیم؟ اگر نمیکنیم چی میگن؟ دو خصلت اخیر را ترک نمودن. خدا نکنه که ما در جمله کسایی باشیم که تواصل بالحق و تواصل بالصبر ترک کرده باشیم. و در دو خصلت اول نیز اکثر مردم کوتاهی میکنن. این چی است؟ این فرموده مفسر است که برای ما شما یک نکته بسیار ظریف را بیان کرده که خداوند کریم را این به ما، به خودت، بر تک تک اموتار اموتن عزیز من توفیق زیره بتر که ما در وقتهایی که فراغت داریم، وقت یعنی درست داریم، به تفسیر و تشریح و ترجمه مکمل صورت مبارک عصر خود مشغول بسازیم تا باشه که شرایط ایمانه و حفاظت ایمانه و بفهمیم که در چه شرایط ایمان ما مکمل میشه. بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و العصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. میگه ما هیچ وقت مردنی نیستیم، اخلاقا برای میشه عبد الله باد زنده میمونه، در فکر مرگ نیستیم، آخرت نمیشناسیم. حقیقت روز رستاخیز
تبول در ذهن ما روشن نشه. زندگی در قبر تنها خواب کردن میلیونا میلیونا سال هنوز تبول زینت ما را متوجه نساخته. چنل های بسیار هوی دوتی خلاف پیغمبر کار میکنن، خلاف قرآن کار میکنن، مگر این کار نو نیست. 1400 سال است که دین ستیزا در زمین بوده و میال هم است و تا قیامت هم میباشد. انسان متفکر، انسان متذکر، انسان مومن، انسان لایق و انسانی که میخوای خدا پیش خداوند کریم پیش دی و پروفیسر ثابت کنه او چی است، او کی است، او کسی است که در شناخت خدا کوشش میکنه. در شناخت خدا نه تنها کوشش میکنم، استرایک میکنم و تو جاهی جون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون.